در دولت روحانی دولت فاسد و امنیتی برآمده از تکرار خاتمی و مجلس لیست امید چه گذشت در دولت روحانی بیشترین قطعی اینترنت اجرا شد های انصداد کامل اینترنت تعمین شد قطعی اینترنت در برخی استانها مثل سیستان و بلوچستان به 20 روز رسید در مجلس دهم ده طرح واگذاری درگاه های اینترنت به نیروهای مسلح مطرح و بسیاری از اعضای لیست امید هم امضا کردند که خبرساز شد. شورای مجازی در مجلس 69 مش به ریاست فیروز آبادی، امنیتی فاسد و فامیل حسن خمینی مصوبه ابلاغ کرد که در آن تاکید شده قوه قضاییه باید با همکاری مرکز فضای مجازی، وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات، ظرف سه ماه نسبت به ارائه لایه غذایی مقابله با اطلاعات و محتوای خبری خلاف واقع با پوشش همه ابعاد اقدام کند. همچنین، هیئت نظارت بر مطبوعات درگاه های نشر داخلی هم مطابق با شرایط تعیین شده در قانون، شیوه جدید نظارت بر تخلفات ناشی از اطلاعات اخبار و محتوای خبری خلاف واقع را در چارچوب قانون و آینامه های آن تهیه و اجرا کند طبق این مصوبه وزارت ارشاد باید ظرف سه ماه درگاه های نشر پرمخاطب را شناسایی و احراز هویت کند در دولت روحانی و وزارت تروریست بازجوی جوان آذری جهرمی واردات و ریجستری تلفن همراه بالای 300 یورو ممنوع شد. همان وقت هم بر مبنای مشاهدات گفتیم در جلسات مختلف در دولت یازدهم از همان ابتدای دولت پیگیر این طرح با اهداف امنیتی و تسهیل جاسوسی گسترده بودند و دلیل اینکه به راحتی توانستند بر مافیای واردات و قاچاق گوشی هم غلبه کنند همین توجهات امنیتی و اهداف جاسوسی بود در دولت روحانی کشتار دیماه 96 و آبان 98 اتفاق افتاد همه ی اصلاح طلبان هم کنار سرکوبگران و امنیتی ها و فساد بودند در دولت فاسد و امنیتی روحانی شلیک امدی به هواپیمای اوکراینی اتفاق افتاد و از روحانی تا مقامات میانی برای علاج جنایت تلاش کردند دروغ گفتند و مخفی کاری کردند در این رهگذر بازخانی برخی مصوبات مجلس دهم ده مجلس لیست امید گماشتگان خاتمی هم خالی از لطف نیست تصویب قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه بخوانید قانونمند کردن فعالیت های تروریستی سپاه قدس در مجلس برای اولین بار تصویب الزام دولت در تعیین سرفصل جنایات و توطئه‌های های آمریکا در کتاب درسی و دانشگاهی تصویب 200 میلیون یورو برای سپاه قدس در اوج مشکلات مردم و بحران کرونا طرح بیش از دیویس درخواست تحقیق و تفحص و به نتیجه رسیدن تنها هفت مورد در واقع گماشتگان خاتمی برای سرک کشیدن به همه جا درخواست دادند. سپس با گرفتن سهمشان از فساد بیخیال شدند. همراهی با دولت و حمایت از بنزین سه هزار تومانی. و گذاری بی سابقه تصویب بودجه به دولت. رأی به شریعت مداری در اوج رسوایی فساد و قارتش در وزارت سمت و آستانه استیزاهش کرخش گماشتگان خاتمی از استیزاه به مجیزگویی بی سابقه با درخواست خاتمی یک رسوایی کم سابقه بود پوشیدن لباس سپاه و زدن هشتک من سپاهی هستم در اوج رسوایی فعالیت‌های مخرب داخلی و خارجی سپاه همراهی و حمایت از قرارداد ترکمنچای چینی و مخفیکاری به اعتراف و علیرضا رحیمی به عنوان یکی از گماشتگان لیست امید و همراهان لاریجانی در سفرهایش به چین در دولت روحانی سونامی حذف نمادهای ایرانی تاریخی از کتب درسی و جایگزینی مزخرفاتی چون مکتب سلیمانی اتفاق افتاد و هر از گاهی خبرساز می شود. در دولت روحانی به گفته ملاوردی دولت به احترام مرتجع ورود زنان به ورزشگاه را پیگیری نکرد. در دولت امنیتی روحانی بیشترین گروگانگیری دو ها ترور، آدمربایی مخالفین و پرونده برای منتقدین انجام شد. حسن روحانی رکورددار اهانت به مردم در سخنرانی هایش است. از بیعق خواندن منتقدینش تا و اینها فقط گوشه است از آنچه گذشت برای عبور از جمهوری اسلامی و براندازی نظام فاسد باید مانع بازیافت اصلاح طلبان شد که روی ضعف حافظه مردم حساب باز کردند و دنبال دوگانه سازی کاذب و بازیافت خود هستند. نامه رضا کیانیان به قالیباف درباره سیانت از فضای مجازی سلام هم شهری هم ولایتی عزیز دکتر قالیباف امروز عید است عید مولا علی است که سلام خدا بر او و خانواده او تبریک میگویم با این عید علیوار از 121 نفر از نمایندگان مجلس تشکر میکنم از تصویب طرح محدود کردن اینترنت طرحی که زمان معجزه هزاره سوم علنی شد و سالها خاک خورد و حالا شما به انجامش رسندید نمایندگان مجلس کنونی به قول شما با شعار رفع سزاف و به قول ما از بین بردن فقر و فلاکت و به قول معروف برای توسعه اقتصادی کشور بر ها نشستند. جناب غالیباف جان امام رضا قسم از زمانی که آمدید مجلس در زمینه بهبود اقتصاد و رفع استضعاف چه لوایحی تصویب کردیم جان مولا آیا همه چیز گرانتر نشده بیکاری بیشتر نشده بی آبی فراوانتر نشده استضعاف رشد نکرده و حالا در روز عید مولایمان هدیه شما به ما بستن اینترنت است دمتان گرم ما به شما نامه نوشتیم با 633407 امضا و خواهش کردیم این طرح را در صحن مجلس طرح نکنید اما جواب شما بدون اینکه جواب نامه ما را بدهید طرح همین طرح و تصویبش در صحن مجلس بود آیا تا به امروز به شهادت خودتان و بقال و چقال و جیب مردم هر روز استضعاف واقعی گسترش پیدا نمی کند؟ حالا نوبت استضاف مجازی است؟ بگذاریم هم ولایتی. چه هم مزنونی با راه و روش و دستورها و نصیحتهای صاحب عید. قالی بافجان، بچه یه مشهد. چه کشورهایی دامانی اینترنت را تنگ کردند؟ چین، روسیه، هند و سر البته کره شمالی. آیا ما دنبال روی این کشورها هستیم؟ پس اگر دنبال رویشان هستیم چرا در زمینه رشد اقتصادیشان دنبال روی نمی کنیم؟ چرا دنبال روی رشد اقتصادی هند و روسیه نیستیم؟ جان بچه ترقبه با این حساب آخرش چی میمونه؟ همین کره شمالی لامصب دیگه. جون من درست نگفتم. فقط برای یادآوری ما و ژاپن توسعه مدرن رو با هم شروع کردیم. سرانجام ما اینه و سرانجام اونها اون. هاون. همین. یاد ایدیتون افتادم. آیا سرانجام راه و روش مولای ما هم کره شمالیه؟ تو رو به امام هشتم جون هر کی دوست داری نامه ما رو تحویل بگیر. دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا بخش بعدی خدا نگهدار.